تحقیق کنندگان افغان و خارجی در جریان تحقیقاتشان در مورد حمله انتحاری در قندهار که طی آن پنج دپلمات امارات متحده عربی کشته شد مزنونین این حمله را در یک مدرسه محافظه کار مذهبی در پاکستان ردیابی کردند. وزارت داخلی کشور میگوید این حمله در مدرسه مولوی احمد در شهر چمن کویته تراحی شده بود. تحقیقات استخباراتی ارتباطات فضاینده بین مدارس مذهبی غیرقانونی در پاکستان را با طالبان افغان واضح تر ساخته نشان می دهد که این مدارس مرکز استخدام تندروان می باشد. اکثریت فعالیت های تندروی در یالات بلوچستان پاکستان متمرکز است. محلی که بیش از 5500 مدرسه مذهبی که اکثریت برای طلاب خوابگاه دارد، فعال می باشد. اکثریت این مدارس از کنترل حکومت خارج بوده و محل پرورش دهشت افغانی است. وزیر ایالت بلوچستان پاکستان می مدارس زیاد مذهبی در این منطقه وجود دارد. مدارس مذهبی زیادی وجود دارد که در آن طالبان درس می اما مالک اکثریت این مدارس گروه طالبان می باشد. آگاهان می گویند موجودیت شمار زیاد مدارس مذهبی ثبت نشده در سراسر پاکستان جنگ ها در منطقه افغانستان و پاکستان را افزایش داده است. این مدارس مفکوره شورشگرایی را ترویج داده و برای طالبان جنگجو فراهم می کند. گفته می شود ملا محمد عمر مؤسس گروه طالبان و جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی هر دو در مدرسه حقانی آموزش دیده بودند. حتی ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان که در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ماه می کشته شد نیز یکی از شاگرد دانه این مدرسه بود